سلام، دوباره برگشتیم با لسپلی. بله، هول کرد، نتونست تحمل کنه 10 ثانیه وایس شما میایین، استارت بازی رو زده. شما دیگه دارین ویدیوی بازی رو از وسطاش میبینین. حالا دستش خورد هر چیزی. بازی کال آف دیوتی ونگارد، من فکر کنم آخرین کال آف دیوتی میان نسلی باشه دیگه، نسخه بعدی میره برای نسل نهم و ما تا داریم رو نسل نهم رو ایکس باکس ایکس بازی برای شما نشون میدیم و بازی شروع کردیم دیگه. هامبورگ 1945. هامبورگ 1945 گرافیک خیلی خوبی داره این بازی، همون اولی که میبینید، و رو نسل 8 هم گرافیک خوبی داره. یعنی فکر نکنید نسل 9ش فقط انقدر خفنه، واقعا من پیشنهاد میکنم بازی کنید نسل 8 هم. شرکت اسلج همبر این بازی رو ساخته که ادوانس وارفر و ورلد وار 2 رو تو کارنامش داره و این سومین کال آف دیوتی بزرگیه که داره کار میکنه روش و برگشته به جنگ جهانی که اصالت کال آف دیوتی از همون جنگ جهانی شروع میشه دیگه. همه میدونن کال آف دیوتی از جنگ جهانی شروع کرد و این فضای بازی ها و اینا همه به قولی چاشنی کارشون بود و همیشه نسخه های جنگ جهانیشون خیلی خفن بوده. اگر مودرن وارفر فاکتور بگیریم، خب مدیونت فکر کنید آقا بازی کرد آقا باد. کال آف دیوتی جز بازی محبوب منه، طبیعیه که تا آره منتشر میشه. همون روز اول خریدیم بازی و اما 8:30 صبح من تست کردم بازی که باز شد نشستم. آره بعد به من میگه الان تو داری بازی میکنی. های بازی هم کرد، بازی هم کرد، میخواستم کمکش کنم. اشتباه کردی دیگه. چی شد؟ بازی کرد، بازی کرد. هول شدم، حال شد یادش میره. آقا آبای مشکلی داره، حافظه کوتاه مدت ضعیفه، این بازی چون تازه بازی کرده یادش رفته، نمیتونه بره دست راست بپره واگن اون وقت. چه جوری؟ راست. خب آها واقعا من یادم نمیمونه آقا. از اینجا میشه برم دیگه. آره دیگه از اینجا میتونه بری. اولین چیزی که تو بازی به چشم میاد، نمیدونم شما چقدر واضح دارین میبینی، این بارون و اون مه و اینا رو این قطار خیلی جذاب درست شده. من تو کال آف دیوتی دیگه انقدر طبیعی ندیده بودم واقعا، ولی تو این جذابه. بازی خوشونت خیلی زیادی هم داره نسبت بقیه بازی اسلشنه. کال آف دیوتی که اسلشنه ساخته خوشونتش بیشتره، من لذت میدم دیگه بسته به سلیقه. ولی یه مشکلی داره این بازی، حالا جلوتر خودتون متوجه میشین، ولی به وقتش الان معلوم نیست اصلا چیه. ببینم چی میخوام بگم. چیزه دیگه، چیزه. این سربازای خیلی ای‌آی بازی خیلی ضعیفه، عجیب غریبه ای‌آی بازی ضعیفه و عملا خنگن. حالا نمیخوام اینجوری بگم، ببخشید من همیشه سبک بازی با من فرق. آره من خیلی سریع دوست دارم. ولی به عنوان مرحله اول هم جالب شروع میشه. آره واقعا هیجان انگیز. معمولا این کال آف دیوتی چند سال اخیر میزد تو ذوقت مرحله اولش بود، یکم بهتر کار کرد. چرا دیگه اینا سایی؟ واقعا ندیدم. نمورد فکر کنم. نه نمورد. تو هم نموردی. چرا اون مرد؟ اه نمورد. خب چرا اونا نمیزننش؟ ای آی ضعیف بازی دیگه، من هم گفتم زدنش بسید اون گوشه افتاده. نه همون لحظه مرد، باور کن. نه گفت کنم نه می کنه این بازی کن. یه فرقی که بقیه کالا پوچه داره، یادتون باشه سری مودرن وارفر رو بازی میکردید، سر بازی دندان مسلح بودن، 400 تا تیر داشت میکنم. آره ولی این باید قشنگ بشماری و باید بگردید تیرها رو پیدا بکنید من، چون نیست و تیر به اندازه کافی بهت نمیده، مگه اینکه بگردی که اول بگردی. این مرحله که کم بیشتره ولی کمتر میشه وقتی میری جلو. از اینجا بری؟ یه چیز خیلی باحالی هم که داره اینه که تو میتونی تصمیم بگیری رو کدوم یکی از قطارها حرکت کنی و مسیراش فرق میکنه. ببین واقعا هیجان انگیز و خفن شروع میشه و تو رو جذب میکنه. برو بزنش. برم. واقعا گفتم الان برم تو دوام میکنی. چرا رفتی؟ مطمئن بودم این اتفاق میافته. دیدی چقدر خنگه دوستان؟ نگاه کنید تو بیا این وقت جدال مغزها. در همین صحنه دید جدال مغزها رو ببینید، جدال ای آی ها بود البته. برو اون بردیگه. برم. خب
از این بالا باید برم. از این بالا باید برم. حسین هر وقت دارت خواست بازی کنی بگو. من همیشه دارم خواست بازی کنم. ولی باید بازی کنم. نه دیگه بیا. به خدا ناراحت شد. من فقط میخواستم این لحظه اول شروعش رو. حالا بعد دوباره دنیاش که خیلی خفه. اوکی. اینو دیدین دشمن هم بوده. من یکم خشن‌تر آقا بازی میکنم. آره من با یکی دو تا تیر سر میکنم که. آره من همیشه سه چهار تا هم بیشتر. آخه واقعا خوب خشابت کمه. اصلا رو زنگ برد. من دارم تو در دیواره این میزنم که تیر رد شد. قبلا رد میشد. فکر کنم این سری از چوب رد میشه. چوبا میتره که. آها اینو خواستم بگم. یکی از ویژگی این بازی تخریب پذیریشه. که چوز بالا رو بیا اصلا رو عوض کنیم. میگم که حالا بچه هم دارم نگاه میکنم. بریم بالا. بریم بالا ببینیم داستان چه خبره. حالا من جلوتر داستان بازی رو بهتون یه کمی توضیح میدم، یه خلاصه از داستان بازی رو میگم. ولی من همین الان میگم داستان از بتلفیلد 1 الهام گرفته. بخش‌های مختلف هم داره. من تصحیح بکنم؟ بله. خود داستان رو الهام نگرفتنش، روند شکلی. دوستان عزیز، خشونت‌های اسلچمر رو مشاهده می‌فرمایید. این دوستمون با این اسلحه من زدم تیکه و پاره شد. بفهم میفهم. نه دیگه اصلا من بفهم خواهش میکنم. بفهم خواهش میکنم. همون دیگه من ترکیب بندی کلی رو گفتم که یک الهامات که از بتلفیلد 1 گرفته شده. آره دقیقا خب. و همین دیگه تموم شد. عرض خاصی ندارم. آره به این شکل که داستان سرباز خاصی نیست و شما یه شخص خاصی رو هدایت نمی کنید. بس فهم. و صرفا این موضوع و این سر من گن زدم. واقعا فکرم کامیونه زیر پامه و میخواستم از این فیلم هندی بازی ها در ببرم. بازی کرده خدا شکره. حداقل جسارت داشتم، شجاعت، مثل یه مرد خریدم. من با ترس خریدم. نه تو با ناآگاهی خریدی، ندیدی این زیر خالی. آره و داستان شخصیت خاصی نیست، صرفا روایت چند تا شخصیت خاصه که داستان به موضوع میرسه. بعد ببینیم که چه شکلیه. این داستان ونگارد من یه جا خوندم اونتا نمیدونم واقعی یا نه. حالا به شما میگم. میگن که همچین گروهی واقعا توی جنگ جهانی بوده و کارشون اینجوری نبوده که برن خط مقدم به جنگ هم. صرفا میرفتن برای ترور یه سری شخصیت خاص توی خاک آلمان. بهشون میگفتن ونگارد. حالا اینا شاید مثلا یکم همون شخصیت هم که آبوزا بشه. ما هم اصلا بود. آخه اینجا رو واقعا من بار اولم که بازی کردم معلوم بود باید چی کار کنیم. جدا از بحث بازی، ما میخوایم که یه تشکر ویژه داشته باشیم از یکی از حامیان خوبه موزیک، کسی که این صندلی ها رو به ما داد، صندلی های راحت گیمینگ. واقعا من نمیدونستم بدون این صندلی ها چجوری بازی کنیم. والا حس صندلی ها چی بود؟ ایکس اینفینیتی آفرین، تولید ایرانه و یکی از راحت ترین و آپشنال ترین صندلی های گیمی با قیمت مناسب. و جدا از صندلی ها واقعا جدا تشکر بکنم از حامی میز این برنامه هفه گالری که این فانکو هایی که روی میز هستن رو میتونی از سایتشون خریدی بکنی. و جدا از اون کاراکترهای خیلی جذاب و باحال و گوگولی مگولی هم دارن که
حالا توی برنامه ما دیدید و میتونید برید توی سایتشون نمونه‌های خوب و جذابش هم ببینید. و بازم تشکر از پپه گالری و ایکس اینفینیتی که باعث شدن من با خیال راحتم فانکو رو میذاشته باشم هم بتونم راحت به صندلی راحتی که روش نشستم بازی کنم. چقدر تبریک کردم. آره الان دارم خوش می‌خورم. هی دیس خوردن از قطار کنم. بخش آنلاین بازی نمیخوای صحبتی بکنی. قطار تموم شد بعد راجع قطار حالا هست. نه تموم شد. آخرش ما 30 ثانیه این قطار تمومه. بعد ببینیم من راجع آنلاین صحبت میکنم چون که تو بازی میکنی. بچا اگر امروز وقت نکردیم ما خوش بریم. خواستین گیم پلی رو نگاه کنین و افت فریم داریم. چه افت فریمی روی کنسول نسونه. بله. بعد یه نصیحتش اینه که این اتفاق نمیفته دوستان. اگه می‌خواستین ما خوش بدین اینستاگرامه. آپارات گیم شو رو میتونین دنبال بکنین به همین اسم آپارات گیم. الان براتون میخوام بچه‌ها زیرنویس میکنن اونجا بیاین با خیال راحت برای من کامنت بذارین فوش بدین هر چی دلتون میخواد به من. شاید دوست داری بهت فوش بدن. آخه خیلی بد تبلیغ کردم. شاید مدیرای خود پپه گالری و بچه اون بر بیان ایکس اینفینیتی بیاد و برنامه بعدی هم چهارپایه میشه. من بودم این کارو میکردم واقعا که همیشه همین بود یا اینجوری بود. حالا مهم نیست خیلی مهم نیست. Might the officer in charge tell us what the hell we're doing here? That submarine base is our final stop. Once we're in, we move to secure the objective. He wants us to secure it, but he won't tell us what it is. Kings has been dancing around that since the get-go. This ain't just another Easter egg hunt, is it? Yeah, mate, what's the bloody story? We don't quite know. You mean the SO fucking E doesn't quite know? You know what? I'm gonna go pull the bricks. All we have is a name. Phoenix. Oh, so we've got no idea what we're up against. That's the mission. To find out. SOE says the Krauts are moving something big out of Germany. Could be a document stash. انجانان میخوایی که ببینی؟ نه من احساس کنم کوتاه‌تر بوده آره. الان دیدم بلندتره داشتم اونجا میگم آره. من همیشه میگم فونیکس فینکس درسته نه؟ در دنیای ترنسلیت ها این همه سوتی زبانش به هر حال طبیعیه که یا خدا چی شد؟ من آلمانیم خوبه آلمانیت والا آلمانی میگم فونکس آقا بخش آنلاین این بازی هم بخش بسیار جذابیه نسبت به قبلی ها یه سری ویژگی های خاصی داره که من داشتم خودم بازی میکردم اولش هیجان زده شدم بعدش اینجوری بودم که یکم ریتم بازی کند کرده ولی در مجموع بخش جذابیه ولی یکی دوتا آپدیت دیگه باید بیاد که ببینیم چی میشه چند تا نکته داره هم به وارزون اضافه کرده یه سری اطلاعات که الان بهتون میگم چیه هم به بخش خودش اضافه کرده اول اینکه شما میتونین تکتیکال بازی کنین بلیتس بازی کنین یا بذارش روی حالت آل که اون رده بندی و اون سیستم امتیازدهی بازی رو عوض میکنه میتونین بذارش رو رندوم یه بار شما رو میاره تو تکتیکال اون رو تو بلیتس که اون سطح بچه‌ای که دارن بازی میکنن اون کسی که بازی میکنن نسبت به کیدیشون و اینا بالا پایین میشه و شما رو میاره توی لیستای خوب یا بد اگر سطحشو تعیین بکنید دیگه مثلا به کیج شما نگاه نمیکنه و شما میبره با کسی که حرفه اصلا بزنه اگر نه که میذاره تو همون وقت رندومش که همیشه بوده تو در از یه سبک جدید بهش اضافه کرده به اسم کنترل که نمیگم بازی کنید ببینید چه شکلیه و سبک های دیگر هم داره مپ ها بگو من هم واقعا کنجکاو شدم بدونم آخ حواست نبود سگه به تمله کرد آخه همه داشتن یواشکی حرکت میکردم و تو حواست من رو پرت کردی من چی کارت دارم به خدا تو حواست نه آخه واقعا این منطقی نبود کنترل شبیه به هارد پوینت با این تفاوت که نقطه ثابت نیست یه نقطه یکی داره تو مپ میچرخه و شما باید حرکت بکنین و اون نقطه یکی داره رو مپ میچرخه رو بگیرید و اون هیجان بازی و کشمکش رو بیشتر میکنه یا در از اون مپای 10x10 داره مپای 6x6 داره مپای 12x12 داره و متنوع یعنی اینجوری نیست که تو همیشه مپ 6x6 بازی بکنی یا 8x8 بازی بکنی بسته که به سایز مپ تعداد عوض میشه که این هیجان بازی رو نگه میداره مپ کوچیک باشه خب هیجانش هم اندازه میمونه و بزرگتر باشه با تعداد بیشتر میرسه به هم جدا از اون یه آپدیت جدید داره که مپ پاسیفیک که یه مپ جدید برای وارزون به اون اضافه میشه و مرتبط به داستان این بازی و همین گروه ونگارده ولی توی داستان همون وردانس سگ کجا دهه 80 سگ کنار همینا وایساده من ده بار این قسمت رو رفتم خستم شد این نکات بخش آنلاینش بود جدا از اون سلاح ها لولشون بیشتر شده و من فکر کنم تا 55 اینا بود اسلحه های کولد وار
ولی الان سری اصلاش تا 70-72 هم باید لولاشون رو ببری بالاتر و اتچمنت‌های خیلی زیادی واسه میشه. قبلا 5 تا بود توی مودرن وارفر، میتونستی 8 تا بذاری، میتونستی 5 تا بذاری توی کولد وار، میتونستی 8 تا بذاری، ولی توی این روی هر اسلحه 10 تا اتچمنت میشه گذاشت. یه کوچولو بازی رو آسون میکنه این موضوع، به این دلیل که وقتی اتچمنت اسلحه بیشتر باشه. ببخشید مرد قول میدی؟ بشین حالا بشین، من استرس سگرم نشستم، شما حرفتو بزن. آره بشین بشین، واسه تو سگ میام، من سگ میترسم. نریز قطار حالا داری عقب عقب میری. 10 تا اتچمنت یه کوچولو بازی رو آسون میکنه، چون لگد اصلی گرفته میشه مثلا 50 تا تیرم رو خشاش و اینا، ولی در مجموع میتونید نذارید. اگه میخواید که در قدرت من نذارید بهت اشغالش بکنید. خب میتونیم بریم تا بریم آقا، ولی قرار نبود ما با ایکس باکس بازی کنیم. چرا؟ آره به ما گفته بودن پلی استیشن، ما به دست پلی استیشن نذارید. ببن به رگبار میمیره. بیا مو مو میخواستم اینقدر خوشونت به خرج ندم، ولی اینقدر اسلحه دستت میخواستی خوشونت به خرج ندی. شد میشه قطار سوار شو برگرد هامبورگ. آی داستان بازی هم به صورت خلاصه داستان چند تا کاراکتر از چند تا ملیت کشورهای مختلفه و رسیدن اینا به همدیگه توی خاک آلمان توی شهر هامبورگ سال 1945 رو نشون میده که هر کدوم بالا از روسیه، انگلیس و هر جای دیگه که اومدن چه مسیری رو گذروندن تا رسیدن به آلمان برای فتح آلمان و اتفاقات که بقای جنگ جان. آوا داره بی نظیر بازی میکنه واقعا. چرا باید؟ همه رو زد بچه رو رفتم تا هم بود. آره. یکی نکات ویژه که من راجع به این بازی خوندم موسیقیش بود. آره واقعا قویه. موسیقیش خیلی نسبت به کاراکتر قبلی به جا درست و موسیقی جذاب. ای بابا با سگا رو من ندیدم. بیا بابا دیوونه شدم. چرا سگا رو نگاه نمی‌کنی؟ آخه من میدونم صداشون میاد تمام رو دوست داری دلت نمیاد بزنیش. من میشناسم دیگه. آره ولی به قول یکی از بچهای پای صحنه میگفت. میگفت کاش سگات بیشتر همراهت بودن تا اینکه مجبور شدم. من اصلا حالا دیگه تا الان بازی نکردیم ببینیم. تا الان تو کدوم ورژن کال آف دیوتی این اتفاق افتاده؟ من اینقدر سگا رو دوست دارم. بود رو شد سگه. من با اش پرت کردم. اوکی. من پرت کردم بره بیاره. اوکی. من بسن کشیدم. های های بیا یه سگه الان دنبالت. آقا چوکی کرد، آقا سایی کرد با موزی رو کنیم. راجع به بخش زامبی گفتی؟ من حواسم نبود. دیگه بخش زامبی رو شما بفرمایید. آره بخش زامبی یکی از بخش‌های دوست داشتنی بازیه که حسابی مانور رو داشتن روش سازنده های بازی رو این بخش، ولی خب من چون این بخش‌ها رو بازی نکردم فقط داستان رو رفتم جلو. خب سید بکنم. آره آبا نه مولتی‌پلیر رو شفیلم بازی کردن نه بخش زامبی. اولین بازی اسلج همره که بخش زامبیش رو شرکت سازنده کلوار ساخته، من الان حضور ذهن ندارم یادم رفت واقعا، فکر کنم تریارک بود اگه اشتباه نکنم، و بخش زامبی رو چون اونا تجربه بیشتری داشتن اونا ساختن. من بخش زامبی رو بازی کردم، ساده تره از نظر ساختار نسبت به بخش زامبی که حالا که تریارک هست، هم ماموریت ها واضح تره، هم آپدیت ها چیزایی که میتونی برای کاراکترت انجام بدی، ولی خب یه هیجانی داره دیگه کلا بخش زامبی چون همه چیزش متفاوته و یه کوچولو حالت اساسی پیدا میکنه. سگر واقعا نمیشه دیدی سگر رو ندید؟ دیدی من مقصر نیستم. بعد مسئله اینه آخه تا صداش میاد برمیگری بزنی تموم شده. آقا من واقعا عذرخواهی میکنم که شما مجبورین دوباره این صحنه رو ببینید، من واقعا شرمنده ام. ما سگا رو نمیبینید یعنی حقیقتا ببین من اول سعی میکنم بعد سگا رو ببینم و پاهای اون یارو رو قطع کردم. بچه ها الان دیگه واقعا با این سبک بازی من دارن یاد زینال بندری میفتن توی تاراج بود؟ نه آره اینجوری گرفت اصله را اینجوری همین سبکی، فقط اون تیراش انقدر تمام نمیشد، تیراش تموم نمیشد اصلا تو اون فیلمه دیگه. صدا سگ میاد، صدا سگ میاد. چه جرمن های خوشگلی هم هستن. تا جایی که من نگاه کردم همیشه هم از جرمن استفاده میکنم، یعنی هیچ سگ دیگه. البته خب آقا چیز تاریخی داره واقعا آلمان تو جنگ جهانی، خب نجات خودشون بوده منطقی شدید، سگ شکاری هم دورشون زیاده، حس بودایی خفنی دارن، برای پیدا کردن مین و گرفتن فراری توی زندان از جرمن ها استفاده شد.
بعد از اون که دیدن حالا درسته اینا مثلا دادن جهان رو نابود کردن، ولی یه سری کاراشون هم باحال میشه انجام داد. کشورهای دیگه هم تصمیم گرفتن از سگا استفاده بکنن توی مسائل. آره ولی اینکه فقط جرمن باشه به نظرم یکی دیگه از ابعاد نژاد پرستی آلمان نازی رو داره. شما رفتی جنگ بولداگ ببر وقت چیکار کنم خود دیگه رو سگای دیگه تست نکن ببین اونا هم جواب بدن. آره. جرمن جواب داده دیگه ریسک نکرد. من امیدوارم دیگه واقعا این سگا نیاد چون نمیتونم. چرا میاد؟ به نظرم جا میاد اینجا. آخه میدونی سگه رو باید از اون صداش تشخیص بدی که داره میاد. ولی هوش مصنوعی بازی در کل خنگه ولی سگاش خیلی باهوش. ببین سگاش بگیرن. اینا صدا سگ. بسم الله. وا بیلا. نه باز ببینیش از دور پارس کنن اوکیه. خیلی تو مخه. بعد یه حالتی که دارم میان اونجوری استرس میگیرم. Let's go everybody. چیه اون ته؟ من تیران تموم شد. اونجا خشاب بود. آره از این خب دیگه تیرم تموم و یه کم رگ باری زینال بندری میری اینجا بابا خب تو اون فیلم تموم نمیشد تیراش به من چه؟ چرا فیلم ها رو بد درست میکنم؟ چرا یه افت فریم عجیبی داره بچه روی ایکس باکس من نمیدونم والا نسخه های پلیستشن همینجوریه PS4 که نبود PS4 نداشت این موضوع رو ولی خب این داره دیگه این داداشیمون رو نگاه اون پایین آقا بذار اینو بردارم حالا چرا میگو یو باوت که میدونی چیه چی؟ یو باوت باوت که میشه قایق زیر همون زیر دریه خودمون دیگه این که از ملیت های مختلفن به نظرم یکی از جذابیت های دیگه این گروهه یکی روسیه یکی انگلیسیه یکی دیگه کجایی بودن؟ آمریکایی آمریکایی فکر کنم یکیشون لهستانیه یکی هم اینشون بود یادم نمیاد حالا دقیقا خب تو جنگ جهانی متحدین همین بودن دیگه منتها با هم توی یه گروه هم نبودن کشور کشور با هم متحد شدن و این شکلی که با هم دیگه باشن نبود این از تخیل نویسنده بچه دیتیل های بازی خیلی ضعیفه نسبت به بازی نسل 9 میبینی اصلا کاغذ ها خیلی عجیب غریب ضعیفه من میگم ادامه نده که دیگه از این به بعد اسپویل نشه بچه ها قطعا میخوان اینو بازی کنن قطعا کال آف دیوتی رو همه بازی میکنن من یکم تیر تو این شیش نمیذاره بزنم فوش بدم اون پایینی ها رو بریم آقا ما برمیگردیم این ور و امیدوارم که لذت برده باشین به نظر من توی این چند سال اخیر کال آف دیوتی جذابی ساخته شده و این یکی از همون جذاب هست واقعا کال آف دیوتی همیشه جذاب بوده و هست ولی این که رقابت به با بتلفیلد چجوری قرار اتفاق بیفته خیلی هیجان دارم اونو ببینم آره بتلفیلد هم من فکر کنم 24 آذر ریلیز میشه ببینیم اونم رقیب سنگینیه اونجوری که نشون داده یه پروژه خیلی بزرگیه ولی راجبمون دو هفته دیگه صحبت میکنیم آره فعلا راجب کال آف دیوتی من مدافع 2019 از این بیشتر دوست داشتم ولی اینم در همون حد بازی جذاب و دوست داشتنیه بخش داستانیشو من شاید بکنم بعدا بیشترم دوست داشته باشم چون جنگ جهانیه بریم یه ویدیو ببینیم در رابطه با بتلفیلد 2042 و نکات این بازی رو بهتون بگیم و فکر میکنم دو هفته دیگه ما بتونیم براتون بتلفیلد داشته باشیم آوا آنلاین بازی کنه بتلفیلد حال کنیم بریم ویدیو رو ببینیم برمیگردیم با مهمونای برنامه با مهمونامون پس حتما همراهمون باشین دمتون گرم